شنوتو با افتخار تقدیم می کند www چگونه در محیط کار انتقاد پذیر باشیم؟ قسمت اول کنید پروژه رو که اخیرا باید انجام میدادید به نظر خودتون به نحوه احسند تموم شده اما ناگهان رئیس شما در جلسه ای پیش از ارائه به مشتری لیستی بلند بالا رو از بخشی از پروژه رو میکنه که عقیده داره باید بهتر و با انجام برن کارمندا و حتی مدیران در هر شغلی همواره ممکنه در معرض این گونه انتقادات قرار بگیرن اما چه باید کرد آیا باید ناامید و دل سرد شد و کارها رو رها کرد یا باید در مقابل نقدهای اینچنینی از زیر کار شونه خالی کرد و اونو به کس دیگه ای سپرد در این پادکست به صورت قدم به قدم به پیشگیری ها و اکسل عمل های مناسب و منطقی در قبال انتقادات در محیط کار می پردازیم. نکاتی که به شما کمک می کنه در خصوص پیشگیری از بروز برخی نقدها و واکنش های صحیح در برابر انتقادات همکاران و رؤسا در محیط کار بهتر عمل کنید. بپذیرید که شما همیشه نمیتونید بدون اشکال باشید. تصور اینکه تمام وظایف مربوط به بخش‌های مختلف پروژه رو بدون ایراد و عالی انجام دادید، چیزی به جز گول زدن خودتون نیست. ما همیشه ممکن اشتباه کنیم و اشتباه می‌کنیم که یاد بگیریم. پس بپذیرید که معصوم نیستید و این رو قبول کنید. در این صورت در زمان دریافت نقد عکس عملی عاقلانه تر خواهید داشت. پس از ارائه هر کار آن را دوباره چک کنید. پس از پایان کار و پیش از ارائه نهایی یه اون به مدیرتون یا مسئولان بخش خودتون با بررسی مجدد قسمت های مختلف اون مطمئن بشید که همه چیز به درستی کار میکنه. این چک مجدد در اغلب اوقات منجر به یافتن ایرادات و باگ های احتمالی در کار و رفع اونا میشه. شما که نمی‌خواید به خاطر ایراداتی جزئی که مطمئنا در نسخه اولیه کارتون وجود داره بازخواست بشید یا مورد انتقاد قرار بگیرید. نقد هایی که در محیط کار از شما میشه رو شخصی نکنید. اگر همکار، مسئول، مدیر یا رئیس شما انتقاداتی رو در خصوص بخشی از کارتون از شما میکنه، به هیچ وجه اون رو به حساب روابط شخصی نذارید. اگر از کار شما انتقاداتی میشه، فقط به جنبه حرفه‌ای اون نگاه کنید و از لحاظ شغلی اون رو بپذیرید. سعی همه در محیط کار باید این باشه که کار به بهترین شکل انجام بشه. با این دید به قضایای کاری نگاه کنید. تا انتقادات آزارتون ندن. به دقت به نقدها گوش کنید. نقدها نظرات و پیشنهادات رو نادیده نگیرید. چرا که در این صورت در آینده هم مجددا ممکن مرتکب همون اشتباهات بشید. همیشه سوالات و نظرات همکارانتون رو خوب بشنوید و به دنبال پیدا کردن راه حل مشکلاتی که اونها بهش اشاره میکنن باشید. انجام صحیح این مرحله از دریافت صحیح انتقاد کار ساده ای نیست. یک لحظه غرور بیجا یا تلاش برای انداختن مسئولیت روی دوش دیگران در موقعیت هایی شبیه این که به روابط کاری مربوط هستند میتونه همه چیز خراب و شما رو مقصر جلوه بده. سعی کنید از انتقاداتی که متوجه شماست یاد بگیرید که چطور رفتار کنید اگر حس می کنید در زمان طرح انتقاد از خودتون توسط یک همکار ناخداگاه گارد دفاعی می گیرید یا عصبانی می شید، سعی کنید در این شرایط حداقل در محیط کار تغییر ایجاد کنید همیشه این سؤال از خودتون بپرسید که چگونه باید عمل کنم سعی کنید حداقل بخشی از نقدها رو قبول کنید. وقتی که در مقام انتقاد قرار می گیرید، تمرکز همه افراد بر روی شماست. هر واکنش یا بازخورد منفی از جانب شما که غیر منطقی یا نشون از نادیده گرفتن انتقادات باشه، میتونه وجهه شما رو خراب کنه. این چیزی رو حل نمی‌کنه و به شما چیزی یاد نمیده. بهتر کمی هوشمندانه عمل کنید. اگه با بخشی از انتقاداتی که متوجه شماست موافقت کنید، قضایی از, از جهات بسیاری بهتر پیش میره. در چنین موقعیتی علاوه بر بهبود جو محیط درها رو برای قبول اشتباهات و یاد گرفتن از اونها برای خودتون هم باز کردید. همچنین تمرکز و نظر افراد رو از روی رفتار و اکسل عملهای خودتون به سمت حل مشکل به صورت گروهی جلب می کنید و از حملات سایرین به خودتون پیشگیری می کنید. امیدواریم از این پادکست لذت برده باشید. در قسمت دوم همین پادکست راهکارهای دیگه ای رو باهاتون در میون داریم که به شما یاد میدن چطور در محیط کار انتقاد پذیر باشید تولید شده در شنوتو www.shenoto.com